تو این چند دقیقه که با من هستی هیچ جا نمیخواد بری، چون میخوام دو تا قالب خیلی کاربردی رو بهت آموزش بدم که خیلی به دردت میخوره. پس تا آخر ویدیو با من همراه باش. اگر جز اون دسته از افراد هستی که قالب های مکالمه رو اصلا ندیدی، از جلسه اول روی لینک بالا بزن و جلسات اول رو ببین تا برسی به این جلسه. خب بریم سراغ دو تا قالب اول. میخوام بگم به هیچ وجه، اصلا، ابدا. باید چجوری بگم؟ یا میخوام بگم لازم نیست. دو تا قالب خیلی مهم. بریم سراغ لازم نیست. No need to. بعدش شکل ساده فعل رو بیار. پس چی؟ No need to به علاوه شکل ساده فعل. No need to. نمیگه to. No need to. به علاوه شکل ساده فعل. من فارسی رو میگم، شما انگلیسی رو برمیگردی و تحویل من میدی. میخوام بگم لازم نیست عذرخواهی کنی. بگو No need to apologize. No need to apologize. میخوای بگی لازم نیست آشوب کنی. No need to fuss. No need to fuss. Fuss یعنی آشوب کردن، هم اسم هم فعله. یعنی fuss هم به معنی آشوب هست، هم به فعل آشوب کردن هست. پس اینو حواستون باشه. میخوای بگی که لازم نیست نگران باشی. No need to worry. Worry. No need to worry. لازم نیست نگران باشی. یه مثال دیگه. نیاز نیست یا لازم نیست توضیح بدی. No need to explain. No need to explain. No need to explain. پس هر فعل دیگه ای که خواستی میتونی بعد از no need to بیاری. اگر تا اینجا آموزش راضی هستی از آموزش، لایکش کن که به ما انرژی بدی و حمایت کرده باشی. بریم سراغ قالب بعدی. به هیچ عنوان، اصلا، ابدا. میشه چی؟ by no means. by no means یعنی چی؟ به هیچ عنوان، اصلا. حالا نکته که هست، شما خواستی از این عبارت استفاده کنی، باید ساختارهای مختلف رو بلد باشی. یعنی باید بدونی توی چه زمانی داری صحبت میکنی. اگر زمان حال ساده است، باید طبق ساختار حال ساده جمله سازی کنی. اگر ساختارت حال استمراری، همینطور. پس اگر ساختارها و گرامرها و زمانها رو نمیدونی، از طریق لینک بالا میتونی آموزشاش رو دریافت کنی و همه رو کامل بتونی یاد بگیری. خب میخوام بگم به هیچ عنوان شجاع نیستم. من به هیچ عنوان شجاع نیستم. یه نکته خیلی مهمه. بعد از by no means شما میتونید یا فعل بیاری یا صفت بیاری، فرقی نمیکنه. مهم اینه که شما جملت درست باشه. خب میخوای بگی من به هیچ عنوان شجاع نیستم. I am by no means. این by no means خودش دیگه جمله رو منفی میکنه. I am by no means. حالا شجاع میشه چی؟ brave. درست شد؟ brave یه صفته. پس بعد از by no means میتونی صفت رو استفاده کنیم. جمله بعدی، میخوام بگم من به هیچ عنوان تنبل نیستم. میشه چی؟ I'm by no means. تنبل میشه چی؟ lazy. تمام شد. مثال بعدی، میخوای بگی من به هیچ عنوان بی ادب نیستم. I'm by no means impolite. درست شد؟ پس میتونی بعد by no means چی بیاری؟ یک صفت بیاری. حالا میخوام این مثال براتون بزنم و با یک فعل جمله سازی کنیم. چه جوری؟ مثلا میخوام بگم من به هیچ وجه یا به هیچ عنوان نمیگم که الان نمیتونیم همدیگه رو ببینیم. اینو میخوای چجوری بگی؟ یکم سخته. اول باید تشخیص بدی که توی چه ساختاری میخوای صحبت کنی، توی چه زمانی میخوای صحبت کنی. میگم چی؟ من به هیچ وجه نمیگم که الان نمیتونیم با همدیگه صحبت کنیم، همدیگه رو ببینیم. حالا کلن صحبت کردم و دیدن دو تا فعل متفاوته، ولی خب توی ساختار استفاده میشه. اینو یکم فکر کن ببین میتونی توی چه ساختاری بگیش. I'm by no means saying that we can't still see each other. درست شد؟ each other یعنی هم دیگه. پس بچه شما با انواع و به حال راه های مختلف شما میتونید جمله سازی بکنید. اگر ساختارهای انگلیسی رو بلد باشید، اگر ساختارها رو بگردید توی فیلم ها و سریال ها پیدا کنید تا کاملا درکش بکنید. این راهی که من دارم بهتون آموزش میدم رو خیلی ها دارن کار میکنن، اما با این جزئیات نیست. پس اگر عضو کانال نیستی، حتما این کار انجام بده، عضو کانال بشو و آموزش های ما رو روزانه دریافت بکن. یک شب در میون آموزش های عمومی داریم و افرادی که توی دوره
کتاب مثل یک آمریکایی شرکت کردن، میتونن هفته یک بار روزهای پنج شنبه آموزش ها رو از طریق کانال تلگرام دریافت کنن. اگر میخوای توی این دوره شرکت کنی، فردا اولین جلسه هست، پس لطفا توی واتساپ به من پیام بده تا ثبت نام تو انجام بدم. دوستت دارم، برات آرزوی موفقیت میکنم و خدا نگهدارت.